با شما هستیم در بخش سخن زن و امروز در این بخش آسیتا فردوس مهمان ما هست، مسئول جندر شهرداری کابل. و ما میخوایم در مورد برنامه و کارشون همراهشون صحبت کنیم و با خودشون بیشتر آشنا شویم. سلام آسیتا جان، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام، صبح بخیر بر شما دارم و بیننده های عزیز. بسیار خوش آمدین. از آسیتا جان نامتون درست تلفظ کردم؟ بله. پرسیدم معنای نامتون چیست، گفت پر رمز و راز. و خوب است که هر کس معنای اسم خودش را بدانه. خب آسیتا جان، از کارا و برنامه‌هایتون بگوین که چند سال میشه که شما با این پوزیشن کار میکنین و رشته که تحصیل کردین؟ به نام خدا، من قبلا در دیگه بخش کار میکردم، در بخش ریاست کلتوری مدت 2 سال اونجا کار کردم، کارای فرهنگی و کارای اداری بود. فعلا در این بخش مسئول جندر تازه آمدیم، تقریبا 1 ماه و چند روزی شده که آمدیم و کم و بیش فعالیت هایی که دارم میخوام عملی بسازم. خب فکر میکنید که خانم فردوس وقتی یک خانم کار میکنم ای چقدر میتونه که به نسل بعدی، یعنی خانم هایی که در آینده قرار است که به دنیا بیان و در افغانستان زندگی کنن، این چقدر میتونه آینده و او زنها و دخترها را تغییر بده؟ به خاطر که سالهای بسیار قبل در افغانستان بسیار حساسیت وجود داشت به اینکه یک خانم در یک دفتر کار کنه یا یک خانم بیرون از خانه برایه و یک جای بخواه کار کنه. دقیقا خیلی از مشکلات وجود داشت که تا خانمایی که فعلا میتونن وظیفه انجام بدن تحصیل کردن، به خیلی مبارزه و مشکل آمدن فعلا کار میکنن. زنایی که فعلا مستقل هستن، نسلهایی به وجود خواهد آوردن که زندگی آر از خشونت میداشته باشن. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه تانستن فعلا مستقلیت خود برآورده بسازن، تا اینکه نسلهایی که به وجود میارن یا تولد میشن، نسلهای بعدی چه خانم چه مردها به وجود میان، اینا مستقلتر نسبت به اینا میشن. و از برنامه کاریتان بگوین، شما گفتین که تجربه کار در دفاتر مختلف داشتین، چقدر در دفاتر دولتی بر زنان چانس داده میشه بر از اینکه در یک موقف خوب کار کنن؟ جای خیلی خوشبختی است که خود جناب اشرف غنی این حکومت فرمان داده که باید 30% از خانمها در تمام ادارات دولتی چه غیر دولتی باید تشکیل بودن. و در شهرداری کابل هم 1% خیلی اندک وجود دارد. در شهرداری به می خاطر من خیلی سعی تلاش دارم که بتانم 1% بیشتر را تا سال 2020 که اشرف غنی حکم داده بتانم 1-3% خانم ها را جذب بکنیم که صد سواد خوب تر داشته باشن، بتانن خدمت مستر خدمت به جامعه شان. و فعلا در شهرداری زنانی که کار میکنن اکثرا چه فرصت هایی برشان مهیا است؟ به خاطر از اینکه وقتی یک زن کار میکنن خیلی وقتا گفته شده و دیده شده که میگن که یک اندازه باید بر ما سهولت ها بیشتر ایجاد باشه، مثل از اینکه یک کودکستان وجود داشته باشه یا در قسمت وقت رفت آمد ما باید یک اندازه همراه ما مراعات شود. از کار زنها در شهرداری بگوین. دقیقاً کودکستان شهرداری داره، یک سلسله موارد دیگه که در داخل خود کودکستان بود ما حلش میکنیم، انشالله پلان دارم، برنامه دارم. همچنان بعض سهولت های دیگه که شما اشاره کردین، یکی جای نماز نداشتن خانم ها، پلان اساسی ما همیست که بتانیم یک جای نماز مناسب و مرکزی مناسب که در شهرداری وجود نداشت روش پلان دارم که کار بکنم و بسازی بکنیم. یک کودکستان و همچنان کودکستان در دیگه بخش هایی از شهرداری که نای 2 هست، اونجا چندین ریاست های دیگه وجود دارن که خانم های بیشتر رام هستن، اونجا طفل دارن، اونجا یک کودکستان تصمیم داریم که بسازم، همچنان مکان سی و جای نماز برای خانم ها. سهولت های دیگر وجود دارد در شهرداری. برنامه های فرهنگی هم قرار است که شما برگزار کنی یا در برنامه های فرهنگی هم سهم دارین شما؟ 100%. چرا نه، برنامه فرهنگی از جمله جشنواره هاست تصمیم داریم، همچنان کورس های آموزشی برای خانم ها دایر میکنیم، بتانیم نمایشگاهی از خود خانمایی که در شهرداری وجود داره یا از خانمایی که بیرون از شهرداری هستن برگزار خواهد کردیم. پس برای خانم‌ها در شهرداری قرار است از این به بعد فرصت زیادتر داده شود؟ دقیقاً، پلان ما همیست و خود شاروال صاحبم تصمیم داره که بتانیم روی خانم ها بیشتر کار بکنیم. خب به نظر خودت خانم فردوس چقدر زنها میتونن زنها را حمایت کنن و یک زن دیگه نسبت به یک مرد چقدر میتونه پشتوانه خوب برای یک زن باشه؟
ما از روزی که آمدم بخش مسئولیت جندر که به اوتا بگیرم، خیلی از مردا به این عقیده بودن که میگفتن خانما پشتبان خانم دیگری نیست. ولی این میره هم تو زیاد دیدن از دست چون یک ایده بود سابق فکر کنم هم بود، ولی من بعد ما چنین نمیخوایم. هر خانم پشتبان خانمی دیگری است که بتانیم مستقل باشیم، خودکفا باشیم، کار بکنیم. به نظر من خیلی خوب شد که خانم ها بتانه پشتبان یک دیگه خود باشه و حامی یک دیگه خود باشه. و چطور میتونیم امی روحیه را زیادتر بسازیم که یک خانم و یک خانم دیگه کمک کنه که در یک دفتر کار کنه، یا برش زمینه سازی بکنه، بر جای معرفیش کنه، یا در یک دفتری که کار میکنن حمایت کنن یک دیگه خود. این روحیه را چطور میتونیم تقویت کنیم تا بین خانم‌ها تا کن آگاهی دهی صورت بگیره؟ یکی هم بشینیم روبرو با هم صحبت بکنیم. جلسات دایر مثلا در شاروالی باید دایر شوه که اینمی ذهنیت برطرف شوه، یکی بتانن از هم دیگه پشتبانی بکنن، حمایت بکنن. و ما شخصا خودم آمی خانم ها هستم و امیدوار هستم که بتانیم اونمی 30% داره که رئیس جمهور گفته بتانیم که جذب بکنیم و خانم های خوبتر و باسوادتر را در شهرداری داشته باشیم. و فعلا خانمایی که در شهرداری کار میکنن از لحاظ سواد و ظرفیت در چه سطحی قرار دارن؟ متاسفانه یک تعداد خیلی کم باسواد است در شهرداری و بیشترشون بیسواد هستن کار میکنن. این جای بسیار نگرانی است، ولی تلاش ما همین است که بتانیم خانمایی که سطح ظرفیتشون بالایی داشته باشن و به خاطر توانمندسازی از اینا ما کورسای سوادآموزی حتی من خودم شخصا درسشون میدم که از طرف وزارت معارف هسته دایر شده کورس ها درسشون میتونم که تا بتانیم ظرف سازی بکنیم بالا خانم ها. او که مثلا این پلان ماست که با پوانتون های خصوصی بتانیم یک تفاهم نامه امضا بکنیم که سالانه به تر رایگان خانم هایی که مثلا درس پس ماندن یا دوره لیسانس رو یا دوره ماسترشون بنابر مشکلات اقتصادی یا هم خانوادگی نتانستم، ما خودم شخصا میتونم برام که صحبت بکنم با او فامیلا که اگر خانمایشان نمیبانه با واقع یا هم با خانوادهایشان صحبت بکنم بتونم اینمی زمینه رو مساعد بسازم که ادامه تحصیل بدن. و علاقه مندی خود زنان در شهرداری چی بود و اونا چی گفتن؟ آیا استقبال کردن از طور برنامه ها در شهرداری؟ دقیقا ما از روزی که کورس سوادآموزی رو برشان شروع کردیم خیلی به شوق علاقه من درس میخوانم، ولی حتی یکان داشت میگم من بخیر اصلا این ذهنم هیچ چیز کار نمیتن، ولی بسیار با شوق علاقه میشینن درس میخوانن و من خوش هستم و زیگه میتونه چیزی یاد بگیرن. خب خدا را شکر که همطور ظرفیت سازی شوه و کار شوه برای ازی که زنا بتونن در جای خوب کار کنن و ظرفیتشان هر روز بلند رفته بتونن. و خانم فردوس پیام خودت چی است برای خانمایی که جای کار میکنن و بر خانوادهایی که گاهی اوقات یگان دودلگی ها پیدا میکنن که مبادا اتفاق بیفته یا کدام گپی نشه و اقدر دخترها و خانمهای خودشون اجازه نمیتن به اینکه برن درس بخونن و کار کنن؟ خیلی نکته خوبی را اشاره کردین. ما برای از پشت تلویزیون طولو برای همه خانمهایی که مثلا تحصیل کردن، بانوانی که تحصیل کردن در خانه شیشتن نباید بشینن. قانون من آزار اذیت در از طرف پارلمان تصویب شده، در هر ارگان دولتی یک کمیته تشکیل میشه که این کمیته متشکل از کسایی که در رأس هستن کار میکنن. هیچ نوع آزار اذیتی بر خانم ها من بعد ایجاد نمیشه در هیچ اداره. هر آزار اذیتی اندکی که مثلا از طرف رئیسشان، از طرف همکارشان یا از طرف مدیرشان میبینن مستقیما برای به کمیته شکایت بکنه، کمیته بررسی میکنه و هیچ اصلا یک سایه کاملا امن و مسئول برای خانما در تمام ادارات انشالله که به وجود میاد و ما چنین کمیته در شهرداری کابل میداشته باشیم به هفته بعد انشالله که ما ایجاد کمیته میکنیم. تشکر از اینکه امروز تشریف آوردین، موفق باشین. تشکر. و امیدوار هستیم که هر زن مثل خانم فردوس که همه طور یک روحیه را داره دیگه زنها را حمایت کنن و کوشش کنن که زنهای دیگر هم وقتی خودشان جای رسیدن دیگه زنها را بتونن در جای مختلف برسونن. موفق باشین و سلامت. تشکر. سلامت باشین. وقفه میگیریم و بعد از وقفه برمیگردیم در بخش حال شما.